درود رفقا، آرش آرت فروشان هستم. اومدم با یه ملودی ناز و نوستالژی. بچه این هارمونایز کار خودم بوده و اینکه ممکنه که بعضا یه سری دوچار مشکل بشن و بخوان یه سری مثلا سوال بپرسن اینا، برای همین کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم حتما داشته باشین، چون که من لایو میذارم و بیشتر توضیح میدم براتون. و در مورد کانال یوتیوب هم بچه حتما سابسکرایب کنید، این زنگوله هرم فشار بدین واسه اینکه مطلع بشین از آموزش‌های جدیدی که قراره بذارم و استفاده کنین و لذت ببرین. بچه‌ها مرحله به مرحله است، خواهشان عجله نکنین. مثلا من تو توضیحاتم میگم این قسمت رو یه هفته تا 10 روز تمرین کنین، یاد گرفتین برین سراغ مرحله بعدی. عجله نکنید، انگوش گذاری رو رعایت کنید، مطمئن باشین که میتونین بزنین. فقط میگم عجله نکنید، مرحله به مرحله با من بیاین جلو. بریم. خب من هر آکورد واسهتون توی یه قسمت میذارم برای اینکه بتونین برنامه ریزی کنین واسه تمرینش. اول از همه بچه انگشت یکتون رو یه نیم باره میگیرین روی فرت 10، سیمای 1، 2، 3 رو میگیرین به ترتیب با یه انگشت یک نیم باره. انگشت سوم میاد فرت 12 رو میگیره سیم 1. حالا با دست راستمون شروع میکنیم بچه ها. PIMA یه تکنیک خوشگل میخوام بهتون یاد بدم. میزنه سیم 4، سیم 3، سیم 2، سیم 1. حالا بعد تندش کنیم. این از این تونتر نمیشه. چیکار کنیم از این تونتر شه؟ از مچمون استفاده کنیم. مچمون از بالا به سمت بیرون میچرخونیم. خب؟ یعنی از سیم 4 به سمت سیم 1. یه همچین صدایی میده که خیلی هم خوشگله. اینو که زدیم بعد از انگشت سمون رو ور میداریم. ور میداریم. آرپژ میایم بالا. AMI. دوباره P رو سیم 4. انگشت سمون رو میذاریم رو سیم 1 فرت 12. برش میداریم. دوباره میزنیم سیم 1 و سیم 2 رو میزنیم. یه بار دیگه این قسمت وسطو میزنم. این آکورد اولمون تمرینش کنیم، بعد بیاین سراغ آکورد دوم. انگشت دوممون میاد روی سیم 5 بچه‌ها فرت 10 و انگشت یکمون فرت 8 سیم 1. همزمان این دو تا رو سعی کنیم بگیریم اینجوری. سری بچه‌ها نوتایی که لازم داریم، سیمایی که لازم دارین رو اول بگیرین توی آکورد. این آکورد من خودم اینجا واسهتون درستش کردم واسه اینکه این ملودی سولو تنها نباشه، با بیس صدا بده خوشگل‌تر میشه. حالا همزمان سیم 5 رو 1 میزنیم، بعد سیم 2 رو میگیریم فرت 11 با انگوش کوچولوه، بعد سیم 3 فرت 10 رو میگیریم. یه بار حالا همه رو با هم میزنم میگه، بعد سری انگوش کوچولوه میپره میاد این بالا فرت 12 سیم 4 رو میگیره میزنه. دوباره پایین میایم بالا. فقط دیدی انگوش کوچوله دوباره رفت رو سیم 2. یه بار دیگه کامل میزنمش میگه. میتونیم بچه‌ها آخرش برای اینکه بریم رو آکورد بعدی یه دونه گلیس بزنیم. یعنی چه جوری؟ سیم 5 رو ول نکنیم. همینو بزنیم روش. بکشیمش عقب بعد ولش کنیم. که بریم سراغ آکورد بعدی. بریم آکورد بعد. فرت 6 اون بچه‌ها سیم 6 و سیم 1 رو می‌گیریم. آرپژمون رو شروع می‌کنیم. میگه حالا اینجا دیدین بچه‌ها، یعنی فرت 6 سیم 1، بعد فرت 5، بعد فرت 6 سیم 2، سیم 3، فرت 7. یه گلیس می‌کنیم به عقب. یه بار دیگه می‌زنم. یه بار دیگه اینجا سیم 3 رو میزنم فرت 2 رو. یه بار دیگه میزنمش. حالا دیدیم بچه‌ها با پی یه دونه سیم 6 فرت 3 زدم قبل از این که برم روی آکورد بعدی، روی پاساژی که دیگه آکورد نیست، پاساژ قراره بزنم. یه بار دیگه میزنم. بریم یکی از مهمترین جاهای قطعمون رو بزنیم بچه ها. سیم 5 و 3 رو همزمان میزنم، سیم 3 رو فقط فرت 2 رو گرفتم که جفتش صدای لا بده. پاساژمون رو شروع میکنیم یا گاممون رو میگیم لا، بعد فرت 3، فرت 5 و بچه ها لگاتو بزنین. یعنی دیگه ضربه نزنین با سیمه، با دست راستتون نگاه کنید. دلیل داره ها،
اینو به تو میگم دلیلش چیه. بعد میریم سراغ سیم دو فرت سه، اینم گلیس کنین دیگه نمیخواد چیزی بزنیم، با گلیس صدا اینو در بیاریم. بعد اینو بزنیم، سیم یک فرت پنجم میزنیم، گلیس میکنیم میایم تا آخر. یه بار دیگه میزنمش، نگاه کنید میگه. دوباره از اول شروع میشه، میام اینجا این آکورد. بچه ها گفتم این دو تا سیم اول میگیریم و بعد اینو میذاریم، اینم میتونیم سری بذاریمش. اینو میگیریم، اینو یه گلیس، تا اینجا رو بچه ها یاد بگیریم. اول اینجا رو، این بخش اجرا رو یاد بگیریم، بعد بیاییم من یه تکنیک بهتون یاد میدم. بعد از اون تکنیک میتونیم اون شکل فینگر استایلی که اجرا کردم توی بخش اجرا رو با هم بنوازیم. کلاب زدن چجوریه بچه ها؟ قبلا بهتون یاد داده بودم. این شستمون رو میزنیم رو سیم 6 و 5 و 4، میچرخونیم میزنیم این بالا، یه صدا اینجوری میده. نگاه کنید میبینین؟ حالا ریتم 4-4 چه شکلیه بچه ها؟ ریتم 4-4 میگه 1 و 2 و 3 آپاگادو داره، میگه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4. حالا ما همون ریتم 4-4 رو قراره اجرا کنیم بچه ها، فقط به جای آپاگادو کلاب بزنیم. مثلا بگیم میبینید کلاب زدم 1 و 2 و 3. حالا بیایم اینجا، میخواییم اینجا روی ضربای سهمون کلاب بزنیم. یعنی چی؟ اینو که زدیم دیدین؟ میگم 1 و 2 و 3 کلاب میزنم. حالا میرم جلو ادامه میدم بچه با این روند. میگه این سیم 4 زدم که این فضای خالی رو پر کنه وقتی میخواییم بریم روی یکی آکورد. اینو میگیرم، اینو که زدم دیدین؟ حالا این گلیساندو رو پر میکنم، میام اینجا میزنم، کلاب میزنم، دیدین؟ یه دونه گلیسه دیگه اینجا، کلاب، سیم 6. یه بار دیگه این قسمت رو میزنم. حالا شروع میکنم روی این پاساژه. اینجا رو بر همین گفته بودم لگاتو، چون دقیقا اگه بخواد زهر رو بزنیم میفته روی این کلاب ما. پس ما اینو با دست چپ تولید میکنیم، کلابمون هم با دست راست میزنیم. هم صدای نوتمون رو داریم، هم صدای کلاپمون رو داریم. نگاه کنید دیدین؟ بعد اینو میزنم، دیدین؟ هم گلیسمون رو داریم، هم کلاپمون رو داریم. یه بار دیگه دوباره از اینجا شروع میکنم. کلشو که زدم بچه ها، این توی اجرا این کار رو کردم و توی تبلت چر نیست. اینو براتون میگم اگه خواستین اینجا ببندین ملودیتونو، به این شکل ببندینش. اینو که زدیم، اینو زدم، برگشتم یعنی رو فرت 6 سیم 2 و یه رمینور 7 دستامو کشتم رو گیتار. این اندینگ اجرای من بود که واسهتون زدم. بچه ها خیلی ها میدونم که منتظرین هستن که ادامه این ملودی رو هم یاد بگیرن، ولی من احساس کردم همین قدرش هم کلی وقتتون رو خواهد گرفت. اینو که زدیم، بعد حالا اگه دیدم درخواستا زیاده، من ادامه این قطعه رو بهتون یاد میدم. موفق باشین.